بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بچه ها، خوب هستید؟ ایشالله که همه تون سالم و سرحال باشید، ماسک زده باشید، زیاد بیرون روی نه، یعنی منظورم اینه که بیرون زیاد نرید، حالا یه خورده خطرناک شده به خاطر کرونا. چه کاریه بیرون میری چه کار کنی؟ همون شکلیه که هر روز بوده دیگه، درس بشین بخون، تمرین حل کن، جواب تمرین رو برای من بفرست، نمره جمع کن از الان برای ترم یکت که بتونی نمره مناسبی بگیری، چه کلاسامون تشکیل بشه چه به صورت مجازی باشه. خب بهتون جلسه قبل گفتم جلسه ششم میخوایم بریم سراغ نامعادله و عبارتهای گویا. خب برای اینکه نامعادله رو من توضیح بدم، قبلش باید اول معادله رو بگم. میدونم بلدید همه تو معادله رو، منتها من باید یه یادآوری کنم معادله رو، بعدش برم سراغ نامعادله بچه هم. خب اول پس من دوتا مثال معادله میزنم، بعد برم سراغ نامعادله. 4x منهای 9 مساوی 7 به اضافه 2x. میخواییم معادله حل کنیم. توی معادله یادتون هست دیگه، هر عبارتی که حروف داره میره سمت چپ، هر عبارتی که عدد داره میره سمت راست، و هر کدوم که از مساوی رد میشن علامتشون قرینه میشه، علامتشون عوض میشه. خب ببینیم، پس من یه مساوی میذارم اول، 4x رو مینویسم، این 2x رو میانم اون بر منفی میشه، 9 رو میارم این بر مثبت 9 به اضافه 7. خب این اگه حاصلش میشه 2x، اون طرف 9 و 7 میشه 16. خب مرحله آخر قبلا شنیدید دیگه، عدد معلوم تقسیم بر ضریب مجهول. من این شکلی میگم، میگم عددی که پیش x میره پایین عدد رو بروی، همین. خب دو میره پایین 16 میشه 16 دوم، یعنی میشه 8. خیلی خوب، حالا اگر جوابمون کسری هم شد چی رادی نداره، ما دنبال یه دونه جواب میگشتیم که اونو پیدا کردیم. پس وقتی که معادله رو حل میکنیم به یه دونه جواب میرسیم، که اگر من x رو توی معادله بذارم 8، اون وقت سمت چپ تساوی با سمت راست تساوی با هم برابر میشه. پس من در واقع یه عددی پیدا کردم که اگه تو معادله قرارش بدم سمت چپ و سمت راست با هم برابر میشه. خب حالا بریم یه دونه معادله کسری هم حل کنیم، بعد دیگه میریم سراغ نامعادله. این همش به عنوان یادآوریه. دو سوم x منهای 1/4 رو مساوی با x به اضافه 3. خب توی معادلات کسری اولین کاری که انجام میدیم اینه که هر عبارتی که کسری نیست رو بهش مخرج 1 میدیم. حالا مخرج مشترک میگیریم برای کل عبارت. مخرج مشترکمون میشه 12، عددی که هم به 3 بخش پذیره هم به 4. پس من همه عبارت و مخرج ها رو به عدد 12 میرسونم، ضرب در 4ش میکنم، اینو ضرب در 3ش میکنم، اینو ضرب در 12، اینم همینطور. حالا پایینی ها ضرب در هر چی بشن، بالایی ها ضرب در هم میشن، این ضرب در 4 میشه، این ضرب در 3 میشه، این ضرب در 12 میشه، اینم ضرب در 12 میشه. الان نگاه کنید، 3 4 تا 12 تا، اینم 12، همه مخرجا شدن عدد 12. به محض اینکه بچه‌ها مخرج ها با هم مساوی شدن، دیگه مخرج ها رو خط بزنید، باهاش کاری نداری. خب 2 4 تا 8x منهای 1 3 تا 3
مساوی 12x به اضافه 3 تا 12 تا 36 تا. الان به جای یه معادله کسری یه معادله ساده خطی داریم. نگاه کنیم بقیه شو دیگه بلدیم چجوری حل کنیم. 8x 12 میاد منفی 12x، مثبت 3 مثبت 36. خب این وقت که هم علامت نیستن کم میشن از هم دیگه، میشه منفی 4x. اینا که هم علامتن بیشتر میشن میشه 39. قرارمون اینه تو آخرین مرحله عددی که پیش x بره پایین عدد رو برویمون، x میشه 39 به روی منفی 4، که البته منفی رو میتونیم پشت کسر هم بنویسیم، هیچ فرقی نداره. گفتم بهتون اگر تقسیم شدنی بود تقسیم میکنیم، اگر نه که همون کسری بذاریم میمونه. پس چیکار کردیم؟ الان یه دونه عدد پیدا کردیم که اگر به جای x قرار بدیم توی معادلمون، اون وقت دو طرف تساوی با هم برابر میشن. بریم سراغ نامعادله. خیلی حالا بچه ها میخواییم بریم سراغ نامعادله، این همین معادله حل میشه، هیچ فرقی نداره، فقط که آخرش یکم توضیح اضافه میخواد. الان میخواییم نامعادله حل کنیم. خب 5x منهای 7 بزرگتر و مساوی باشه با 2x منهای 1. میگه اگه به جای x چه عددی قرار بدیم سمت چپ از سمت راست بزرگتر میشه. آیا فقط یه عدد این کار رو برای ما انجام میده یا نه عددهای زیادی هن که اگر به جای x قرار بدیم سمت چپ بزرگتر میشه از سمت راست؟ معادله رو که حل میکردیم فقط یه عدد پیدا میکردیم که باعث میشد دو طرف تساوی یکسان باشه. حالا اینو حل کنم ببینیم. روش حلش عین روش حل معادله است، هیچ فرقی نداره، همونایی که میرفتن سمت چپ، همونایی که میرفتن سمت راست، علامتاشو عوض میشد. تو آخرین مرحله چی کار میکردیم؟ عددی که پیش x بود میومد پایین عدد رو برویی و همه اون کارهایی که تا حالا انجام میدادیم عین همونه، فقط اینکه آخرش فرق میکنه. نگاه کنید این 2x رو میارم میشه منفی 2x، منفی 7 میشه مثبت 7 منهای 1. خب این که میشه 3، این هم که میشه 6. ببینید هیچ فرقی نداشت با معادله حل کردن. حالا 3 که پیش x میبرم پایین 6، x بزرگتر و مساوی با 2. چند تا عدد داریم بزرگتر و مساوی با 2 باشن؟ بی شمار عدد داریم، یعنی ما به جای x بی شمار عدد میتونیم قرار بدیم تا سمت چپ از سمت راست بزرگتر باشه. معادله فقط یه دونه عدد بهمون میداد، ولی نامعادله همه عددهایی که بزرگتر یا مساوی با 2 هستند رو میتونیم به جای x قرار بدیم تا سمت چپ از سمت راست بزرگتر باشه. درست شد؟ حالا برای نامعادله میتونیم توی جوابمون یه کار دیگه هم انجام بدیم اگر سوال ازمون بخواد. میتونیم روی محور نشونش بدیم. نگاه کنیم x بزرگتر و مساوی با 2، عدد 2 رو پیدا کنیم. یه دایره بالا سرش میذارم، اگر زیرش خط داشته باشه دایره رو پررنگش میکنم، یعنی تو پرش میکنم. اگه زیرش خط نداشت که همون تو خالی میذاریم بمونه. خب حالا بقیهش چی میشه؟ میگه عددهایی که بزرگتر از 2 هستن، بزرگتر از 2 همه عددهایی که سمت راست 2 هستند میشه، یعنی به این صورت. بقیهشون دیگه کوچکتر از 2 همه به درد ما نمیخورن تو این مسئله. پس جواب سوال رو روی محور به این صورت میتونیم نمایشش بدیم. 2 رو پیدا کردیم،
بزرگتر از دو و حالا که زیرش خط داره دایرهش رو توپر میکنی. اوکی، یه جور دیگه هم میتونیم بنویسیم به زبان ریاضی. عددهایی که همه‌شون بزرگتر و مساوی با دو هستن، اگر این تیکرم ننویسیم ایرادی نداره، بنویسیم ایکس هایی که اون ایکس ها بزرگتر از دو هستن. درست شد؟ پس عددها رو که وقتی که نامعادله رو حل کردیم به این صورت میتونیم جواب رو نمایشش بدیم. خب فقط میمونه یه نکته بچه ها، وقتی نامعادله رو حل کردیم اگر ضریب x منفی بود، وقتی میخواد بیاد پایین عدد روبروی جهت نامساوی رو عوض میکنه. اگر منفی بود جواب نامساوی، جواب نامعادل، جهتش رو عوض میکنه. خب اگر هم که نبود که خب همون شکلی میمونه. الان یه مثال میزنم که جهت نامعادله عوض بشه. شروع کنیم به ضرب کردن. پونزده ایکس به اضافه 20. خب پونزده ایکس میارم این و چهار به اضافه 20 شد منفی 7 ایکس بزرگتر از 24. الان منفی 7 میخواد بره پایین 24، چون منفی جهت رو عوض میکنه. منفی 24 هفتم. درست شد؟ پس اگر ضریب x منفی باشه تو مرحله آخری که میخواد بره پایین عدد روبرویی، جهت رو تغییر میده. حالا شاید بگید که خب آقا اینو ما چجور رو محور نشونش بدیم؟ ما باید اولی دایره تو خالی بذاریم. خب کجا این دایره تو خالی کجا بنویسیم؟ ببینید بچه ها، منفی 24 هفتم چجوری رو محور پیداش کنیم؟ جای دقیقش رو که نمیتونم بنویسم، جای تقریبیش رو پیدا میکنم. ببینید بچه ها، 23 هفتم، 22 هفتم، ببینم کدوم عدد بخش پذیر به 7 که نزدیک 24 باشه. مثلا اگر 21 هفتم بود میشد 3، 21 هفتم بود میشد 3، البته چون منفیه باید بگه منفی 3، 21 هفتم بود میشد 3، 24 هفتم یعنی یه خورده از 3 اونورتر، یه خورده از 3 جلوتر. متوجه شدید؟ یه بار دیگه میگم، اگر به جای 24 هفتم 21 هفتم بود میشد 3، 24 هفتم یعنی از 3 یه خورده برو جلوتر. درست شد؟ منفی 3 این 21 هفتمه، 24 هفتم یه خورده از 3 جلوتره. مثلا اینجاست، این شکلیه. خب چی کار میکردیم؟ یه دایره تو خالی میذاشتیم. حالا میخواییم ببینیم که به سمت چپ بریم یا به سمت راست. گفته عددهامون کوچیکتر باشه از منفی 24. کوچیکتر یعنی به سمت چپ بره.
خیلی خوب، این عددمون که اینجا رو مشخص میکنه منفی 24 هفتمه و به سمت چپ. چرا به سمت چپ رفتیم؟ چون خودش گفته کوچکتر از منفی 24 هفتم. اینم نمایش روی محور عدد منفی 24 هفتم به پایین. خب حالا بریم سراغ نامعادله کسری. x به اضافه 3 پنجم به اضافه 2 کوچکتر و مساوی باشه با 1 دوم منهای به اضافه x. خب یادتونه چی کار میکردیم؟ اون عبارت هایی که مخرج نداشتن رو بهشون یه مخرج 1 میدادیم. حالا مخرج مشترک برای کلش میگرفتیم که اینجا میشه 10، ضرب در 2 باید کنم، اینو ضرب در 10ش کنم، اینو ضرب در 5ش کنم، ضرب در 10 بالاییاشون هم به همین ترتیب ضرب در 2 ضرب در 10 بعد میومدیم مخرج ها رو همه رو از بین می بردیم. این علامت رو من بذارم. خب 2x به اضافه 3 دو تا 6 به اضافه 2 10 تا 20 5 به اضافه 10x الان شد یه معادله خطی خیلی ساده. هرچی که حروف داره این ور آوردم این ور منفی 26 رو خب منفی 8x کوچکتر مساوی منفی 21. باز دوباره چون که ضریب x منفی داره بنابراین اگر میخوای برای پایین عدد رو بروی جهت عوض میشه. شد مثبت 21 هشتم. باز دوباره من میخوام رو محور نشونش بدم. بیست و یک هشتم، اگر 24 هشتم بود میشد 3، اگر 24 هشتم بود میشد 3، اما 21 هشتمه یعنی یه خورده از 3 کمتر. مثلا اینجا یه دایره تو خالی چون زیرش خط داره دایره تو پر میشه. حالا میگه بزرگتر از 21 هشتم، بزرگتر یعنی به سمت راست باید بریم. اینم از جواب این نامعادله روی محور اعداد. خب این از نامعادله توی جلسه ششم. یه دونه سوال نامعادله میگم بعدش میریم سراغ عبارت‌های گویا. پس من چون قراره دو تا دونه سوال بگم تو جلسه ششم، یه دونش نامعادله است برام حل میکنید میفرستید، یه دونش هم که عبارت گویا است.
خیلی خب بچه ها بریم سراغ عبارت‌های گویا. عبارت‌های گویا هم خیلی اصلا همه چیز مهمه که من این خلاصش کردم براتون دیگه. عبارت‌های گویا رو یه توضیح بدیم و بریم سراغ سوالاش دیگه. یادتونه عبارت‌های جبری 5 تا 60 داشتن؟ اولین شرطشون این بود که قسمت حرفی که بهش میگیم متغیر در قدر مطلق نباشد، برای عبارت‌های جبری دارم میگم ها. دومی، قسمت حرفی در رادیکال نباشد. سومی، قسمت حرفی در توان نباشد. چهارمی، قسمت حرفی در مخرج کسر نباشد. و پنجمی، قسمت حرفی توان منفی نداشته باشد. 5 تا شرط داشتیم برای عبارت‌های جبری، اما تو عبارت‌های گویا ما 3 تا شرط داریم. قسمت حرفی تو عبارت گویا میتونه تو مخرج و کسر باشه. توی عبارت گویا قسمت حرفی میتونه توان منفی داشته باشه. پس حالا که ما راجع به عبارت‌های گویا داریم صحبت میکنیم، حواستمون باشه قسمت حرفی تو قدر مطلق نباشه، تو رادیکال نباشه، تو توان نباشه. توان منفی میتونه داشته باشه، تو مخرج کسر هم میتونه باشه. تو عبارت مثلا 5 رادیکال 3 ایکس ایگرگ 2 زد به توان منفی 7 عبارت گویا هست. قسمت حرفیش رادیکالی نیست، این عدد تو رادیکاله. 5 رادیکال x دیگه عبارت گویا نیست. 7x به اضافه 4 به روی x به اضافه رادیکال 5 عبارت گویا هست. پس توان منفی میتونه داشته باشه و توی مخرج کسر هم میتونه باشه، فقط تو رادیکال نباشه، تو قدر مطلق نباشه، در توان نباشه. خب این از توصیف عبارت‌های گویا. حالا بریم سراغ درسش. خیلی خب، اولین مطلبی که میخوام بهتون بگم راجع به عبارت‌های گویا این شکلی سوالش، صورت سوالش هم بلد باشه. به ازای چه مقادیری برای ایکس عبارت زیر تعریف نشده است؟ به ازای چه مقادیری برای ایکس عبارت زی تعریف نشده هست؟ مثلا می نویسه 4x منهای 9 به روی 2x به اضافه 10. چه موقع عبارتمون تعریف نشده است؟ اگر مخرج کسر 0 باشه تعریف نشده است. پس ما باید ببینیم چه عددی باعث میشه مخرج کسر 0 بشه، اون عدد رو پیدا کنیم، جواب سوالمون رو به دست آوردیم. پس توی این مدل سوالا ما فقط و فقط دنبال مخرج کسر میگردیم، صورت کسر هر چی باشه مهم نیست، اصلا به صورت سوال کاری نداریم، فقط میریم سراغ مخرج کسر.
اونو مساوی صفر قرار میدیم، یه معادله به دست میاد. وقتی معادله رو حل کردی، جواب معادله جواب سوال منم هست. نگاه کن، 2x به اضافه 10 مساوی صفر. ببین فقط مخرجی که اصلا صورتی که از هر چی میخواد باشه باشه، 2x مساوی میشه با منفی 10، x میشه منفی 10 به روی 2 میشه منفی 5. به ازای چه مقادیری برای x عبارت زیر تعریف نشده است؟ به ازای x مساوی منفی 5 تعریف نشده است. چرا؟ چون اگر تو به جای x بذاری منفی 5، مخرج این کسر برابر میشه با صفر. بنابراین تو هر عددی دلت میخواد به جای x بنویس، هیچ مشکلی برای عبارتمون پیش نمیاد. فقط اگر به جای x منفی 5 بذاری، عبارتمون عددی میشه که مخرجش برابر با صفره و توی عبارت‌های گویا این تعریف نشده است. درست شد؟ پس توی این مدل سوالا فقط یه سر میری سراغ مخرج کسر و مخرج کسر رو برابر صفر قرارش میدی. وقتی معادله‌ای که به دست میاد رو حل کردی، حاصلش جوابی که پیدا کردی میشه جواب معادله، جواب سوال ما. بریم چند تا مثال حل کنیم. به ازای چه مقادیری؟ سوالش همونه، فقط مخرج کسر. تموم شد، جوابش میشه x مساوی با 3. فقط مخرج کسر. x به توان 2 شده منفی 7. میخوای ببینی که خب x چنده، چه عددی به توان 2 میشه منفی 7؟ تو هر عددی رو پیدا کنی، اصلا من به این 7 کاری ندارم. اصلا به جای 7 اگه مثلا 9 بود، تو انتظار داری که ایکست بشه 3 دیگه. وقتی ایکس به توان 2 میشه 9، ایکست میشه 3 و البته منفی 3. اما اینجا به عدد 7 بودنش کار ندارم، به منفی بودنش کار دارم. چه عددی به توان 2 برسه منفی میشه؟ آیا اصلا عددی داریم به توان 2 برسه منفی بشه؟ هیچ عددی وجود نداره، وجودشو نداره که به توان 2 برسونیمش منفی بشه. یعنی تو عددی رو نمیتونی پیدا کنی که اگر به جای x بنویسی حاصل مخرج بشه صفر. تو مثلا اینجا به جای x بنویسی صفر، خب صفر به توان 2 به اضافه 7 صفر که نیست، پس مشکلی ایجاد نمی کنه. اگه صفر بشه مشکل ایجاد می کنه. 1 بنویسی، آیا حاصل میشه صفر؟ خیر. منفی 2 بنویسی، چون منفی هم بنویسی به توان 2 برسونی باز میشه مثبت. هیچ موقع یه عبارت مثبت با یه مثبت 7 هیچ موقع صفر نمیشه. بنابراین به ازای چه مقادیری برای x عبارت زیر تعریف نشده است، جوابش میشه این علامت یعنی غیر ممکن. جوابش میشه عبارت فلان که اینجاست، به ازای تمامی مقادیر x تعریف شده
است. یعنی من نمیتونم عددی رو پیدا کنم که به جای x بنویسم و مخرج برابر 0 بشه. بعدشو ببین. باز دوباره توان 2. برم سراغ مخرج کسر. خب چون توان 2مون مثبت شده یعنی میتونم ادامه بدم. قبلیه توان 2 منفی شده بود، گیر کرده بودم. دیدی علامت ضرب در گذاشتم با 4 تا نقطه، یعنی امکان نداره یه عددی به توان 2 برسه منفی بشه. اما میتونم عددی پیدا کنم به توان 2 برسه بشه 10. چه عددیه؟ کافیه جذر بگیریم. کافیه جذر بگیریم. آره، رادیکال 10 رو اگه به توان 2 برسونیم رادیکالش از بین میره، میشه 10. آقا فقط رادیکال 10 اینجوریه؟ عدد دیگه‌ای وجود نداره به توان 2 برسه بشه 10؟ چرا؟ بازم وجود داره. منفی رادیکال 10 هم همین حالتو داره. تو منفی رادیکال 10 رو به توان 2 برسونی میشه مثبت 10. میشه این. پس جوابمون 2 تاست. در واقع ما ریشه میخواستیم به دست بیاریم، ریشه های عدد 10 رو میخواستیم پیدا کنیم. پس جواب به ازای چه مقادیری برای x عبارت زیر تعریف نشده است؟ به ازای مثبت و منفی رادیکال 10. یعنی شما اینجا به جای x مثبت رادیکال 10 بنویسی به توان 2 برسه میشه 10، منهای 10 میشه 0. اجازه این کارو نداری. منفی رادیکال 10 هم بنویسی به جای x به توان 2 برسونی میشه 10، منهای 10 باز میشه 0. پس به ازای چه مقادیری تعریف نشده است؟ به ازای مثبت و منفی رادیکال 10. خیلی خوب، بریم یه مثال دیگه حل کنیم بچه‌ها. به ازای چه مقادیری برای x عبارت زیر تعریف نشده است؟ ببینید این بار دو تا عدد، دو تا عبارت داره. بچه ها قرارمون این بود که ما بریم سراغ مخرج کسر و برابر 0 قرارش بدیم. اینجا هر جفت عبارت های توی مخرج رو جدا جدا مساوی 0 قرارش بدیم. 5 تا پرانتزم بود، هر 5 تا رو جدا جدا مساوی 0 قرارش میدادم، اگه به شرطی که بینشون ضرب در باشه. خب x منهای 2 مساوی 0. خب منفی 2 رو میبرم اون بر x میشه 2. تموم شد. این یه جواب. اینم میشه یه جواب و تمام. به ازای چه مقادیری برای x عبارت زیر تعریف نشده است؟ به ازای منفی 1 و 2 تعریف نشده است. تموم شد. خیلی ساده است بچه ها. فقط مخرج کسر رو بهش توجه میکنیم بچه ها. اگر بتونیم عددی رو پیدا کنیم که به جای x بنویسیم مساوی 0 بشه، اگر بتونیم اون عدد رو پیدا کنیم. خب ما معادله حل میکنیم، میتونیم پیدا کنیم.
ولی بعضی وقت واقعا نمیشه، مثل مثالی که مثال قبل که حل کردم مخرجش x 2 به اضافه 7 بود. خب واقعا هیچ عددی نداریم که بتوانه 2 برسه به اضافه 7 بشه حاصلش بشه 3. اگه نتونی پیدا کنی معنیش اینه که تمامی عبارت هایی که به جای x می‌نویسی قابل قبول. الان یکی دیگه هم مثال بزنم و برم سراغ مطلب بعدی. هف ایکس به اضافه 4 به روی 2 به ازای چه مقادیری برای ایکس عبارت زیر تعریف نشده است؟ آقا شما به جای ایکس چی بنویسی مخرج صفر بشه؟ تو به جای ایکس هر چی بنویسی مخرج که عوض نمیشه که 2 میمونه. به جای ایکس بنویس 100 مخرج 2، بنویس 0 مخرج 2، 8 مخرج 2. هیچ موقع مخرج این کس برابر 0 نمیشه. پس جواب این مسئله هم به ازای تمامی مقادیر عبارت زیر تعریف شده هست. چرا؟ چون هیچ موقع هیچ عددی رو توی این مسئله پیدا نمی کنی که اگه به جای x بنویسی مخرج رو صفر کنه. درست شد؟ اینم از این مطلب. خب از این مطلب هم بگذاریم بریم سراغ مطلب بعدی. ساده کردن عبارت های گویا. ساده کردن عبارت های گویا. خب بچه ها برای اینکه بتونیم عبارت گویایی رو سادهش کنیم باید تجزیه بلد باشید. ساده کنید یعنی تبدیل کنید به ضرب، منظورش همون تجزیه است. بعد اون قسمت هایی که با هم مساوی هستن رو میتونیم سادهش کنیم بره و به جواب کوتاه‌تر و راحت تری برسیم. یه چند تا مثال حل میکنیم ببینید. پنج ایکس منهای 15 دو ایکس منهای 6 اینو میخواییم به ساده ترین صورت بنویسیم. کاری که باید انجام بدیم تجزیه است که قبلا تو جلسه قبل گفتم تجزیه فوق‌العاده مهمه. تو بالایی چجوری تجزیه کنیم؟ فاکتورگیری. تو پایینی باز دوباره فاکتورگیری. قرار شد وقتی تجزیهش کردیم به هر روشی اون قسمت هایی که مثل هم هستن رو سادهشون کنیم. از بالا مونده 5، از پایین مونده 2. تموم شد. ساده کردن عبارت های گویا بود. بریم یه چند تا مثال دیگه حل کنیم. نگاه کردید بچه ها؟ ایکس دو من های 9 ایکس دو من های 5 ایکس به اضافه 6 میخواییم که ساده ترین صورتش رو بنویسیم. بالایی یه تجزیه میشه. بچه دو جمله یادتونه جذر داشتن توانشون هم زوج بود میشه اتحاد مزدوج. ایکس من های 3 در ایکس به اضافه 3. پایینیه دو تا عدد میخوام
اولا ضربشون مثبته، نشون میده که هم علامتن. آراسته هم علامت مثبت، این به من میگه نه هم علامت منفی هست. نوازی ضربشون قرار مثبت باشه چون منفی در منفیه، جمعشون هم قرار منفی باشه چون حاصلش اینجاست. حالا دو تا عدد میخوام که ضربشون 6 باشه و جمعشون باید 3 و 2 راحته. حالا قرار شده اونایی که مثل هم هستن و از بالایی و پایینی ساده کنیم، چی میمونه؟ یه ایکس به اضافه 3 از بالا میمونه، یه ایکس منهای 2 از پایینی میمونه. عبارتی که اینجا داریم رو به ساده ترین صورت نوشتیم. اینم از این مسئله. خب بچه ها سخت که نیست. چی باید بلد باشیم؟ تجزیه. یه مثال دیگه، ایکس آس من های ایکس من های ایکس آس، بعدی رو بنویسم آ ایکس دو من های ایکس آ دو. ببینید بچه ها یه چیزی بهتون بگم، به هیچ عنوان نمیتونی اینا رو با هم الان ساده کنی. کی میشه ساده کرد؟ وقتی که بین عبارت همون ضرب وجود داشته باشه. اگه ضرب وجود داشته باشه تو میتونی سادهشون کنی. پس الان تا وقتی که جمع و تفریق اینجا هست حق ساده کردن نداری. درست شد؟ من پایینی رو به اضافهش کنم، دقیقا مثل همه یه خورده الان فکر کنم یک کمی سخت‌تر شد. خب داشتم بهتون میگفتم که تا وقتی که جمع و تفریق داشته باشیم حق ساده کردن نداریم. وقتی عبارتامون رو تجزیه کردیم به ضرب تبدیلشون کردیم، اون وقت میتونیم سادهشون کنیم. پس بازم میگم تجزیه عامل حل این سوال است. یه فاکتور بگیرم از AX تو بالاییه، A رو که نوشتم X 3 تا بوده، یه دونهش رو نوشتم میشه X 2. منهای دوباره X رو نوشتم، A 3 تا بوده میشه A 2. پایینیه از AX فاکتور میگیریم، از اولی یه دونه X برامون میمونه، از دومی یه دونه A برامون میمونه. خب بچه ها همینجا A با A دیگه، بچه ها به ضرب تبدیل شد. میبینی پرانتز اومد به ضرب تبدیل شد. اگه اینجا جمع و تفریق داشته باشیم حق ساده کردن نداریم. الان چون به ضرب تبدیل شده دارم سادهش میکنم. ای ها با هم، ایکس ها هم با هم. آیا میتونم جلوتر برم؟ بله، چون قابل تجزیه شدنه. دوباره از اتحاد مزدوج باید کمک بگیرم. اون میشه ایکس من های ای در ایکس به اضافه ای. پایینی هم که ایکس به اضافه ایه. این ایکس به اضافه بالا با این ایکس به اضافه ای پایین ساده میشه، میمونه ایکس منهای ای. دیدید؟ پس تا جایی که امکان داره ما باید تجزیه رو انجام بدیم. دیدید؟ اوکی، من بریم بعدی.
x 4 منهای 13 x 2 به اضافه 36. این صورت کسر، مخرج کسر. x2 منهای x دیگه چی بگم، منهای 6. خب اینا چجور تجزیهش کنیم؟ بریم سراغ بالاییه. چون توانش زوج عددی هم که اینجاست یک جذر داره، یعنی من میتونم ادامش بدم کارو. دو تا عدد میخوام ضربشون مثبته، یعنی باز دوباره هم علامتن. آیا مثبت بذارم باز اینجا یا هر دو رو منفی بذارم؟ این بهت میگه هر دو منفی. حالا دو تا عددی که ضربشون 36 جمعشون 13 چی میشه؟ شما بگو. آفرین، 4 و 9 ضربشون میشه 36 جمعشون میشه 13. باریکلا. بریم سراغ پایینیه. خب ضربشون منفیه، ضرب که منفیه معنیش اینه که خب هم علامت نیستن، یه منفی داریم یه مثبت. دو تا عدد که ضربشون شده 6، بازم چون منفی مثبت داریم میگم منهاشون، منهاشون میشه 1. ضربشون 6، اختلافشون یه دونه است، 2 و 3. آفرین، علامت عدد بزرگه اینجاست، باید بزرگه منفی باشه. خب میتونم ساده کنم؟ نه فعلا نمیشه، چون مثل هم نیستن. پس باید چیکار کنیم؟ بالایی ها رو نگاه کنید بچه ها، میتونیم ادامهشون بدیم چون که جذر داره، توانش هم که زوجه. بریم سراغ اتحاد مزدوج. x2 منهای 4 میشه x منهای 2 و x مثبت 2. x2 منهای 9 چی؟ x منهای 3 x به اضافه 3. پایینی ها دیگه نمیتونم تجزیه کنم چون دیگه اصلا توانشون هم 2 نیست. آها نگاه کن اینجا رو، اینجا رو نگاه کن، ببین چه خبره، ببین چه چیزایی رو میتونم ساده کنم. x منهای 3 x منهای 3 x به اضافه 2 x به اضافه 2 چی موند؟ از بالایی x منهای 2 موند و x به اضافه 3. از پایینی هم که چیزی نموند میتونم بنویسم 1، چون وقتی ساده میشن همشون میشن 1. اوکی بعد گرفتی؟ بریم مثال بعدی. خب بیا یکی دو تا سوال دیگه حل کنیم برای امروز، دیگه فکر کنم کافی باشه. خب این دفعه توی ساده کردن ها من میخوام دو تا کسر بنویسم که با هم دیگه سادهش میکنیم به این صورت. خب عددهایی که انتخاب کردیم x2 که مثلا 2x2 به اضافه 12x به اضافه 10 از اولی دیگه چی رو انتخاب کردم؟ x2 به اضافه 6x به اضافه 8. این از صورت کسر. مخرجش رو بنویسم، x2 به اضافه 3x به اضافه 2. پایینیش رو بنویسم، x2 به اضافه 9x به اضافه 20. خب میخواییم به ساده ترین صورت بنویسیم. خب تا جایی که میتونیم باید تجزیهش کنیم.
این دو داره چون جذر نداره، بنابراین بعد برن سراغ فاکتور گیری، از دوش فاکتور میگیرن، میشه x2 به اضافه 6x به اضافه 5. x2 به اضافه، اینا همه رو از دوش فاکتور گرفتم دیگه، با این کاری ندارم. بریم سراغ تجزیه. یه دو داریم اینجا، دو رو اول بنویسیم فراموش نکنیم. ضربش مثبته، هر دو مثبتن. ضربش 5 باشه، دو تا عدد بیشتر نداریم که ضربش 5، یک و 5 دیگه. این یکی. ضربش 8 مثبت هم هست، جمعش 6ه، 4 و 2. ضربشون 8، جمعشون 6. این یکی رو نگاه کن، مثبت 1 مثبت 2، جمعشون میشه 3، ضربشون میشه 2. آخریه 4 و 5 راحته. همه تجزیهش کردیم، حالا بریم سراغ اونایی که مثل هم هستن، دونه دونه سادهشون میکنیم. خب این x به اضافه 5 با این x به اضافه 5 ساده میشه. x به اضافه 1 آنجاست، با این x به اضافه 1 ساده میشه. x به اضافه 2 هم داریم، x به اضافه همه شون ساده شوندن. دیگه نداریم چیزی که بخوایم سادهش کنیم. خب دو ضرب در یک، یک یک، ضرب همه شون میشه دو، ضرب همه شون میشه یک، حاصلش میشه دو. دیدید چقدر راحت بود؟ فقط باید تجزیه بلد باشید. تا وقتی تجزیه بلد نباشید، صورت سوال فقط باید نگاه کنید، هیچ کار دیگه نمیشه کرد. بریم سراغ آخرین سوال این بخش، آخرین مثال. بریم سراغ حل ببینیم چه شکلی میشه. من اینجا مخرج این کس رو عوض کنم برای اینکه راحت تر ساده شه. شروع کنیم به تجزیه. بالایی میشه
دیگه بلدید دیگه، x منهای 2 و x منهای 3. پایینی از 2 فاکتور بگیرم میشه x منهای 3، تقسیم میشه ضرب x 2 منهای 1 میره بالا، تجزیهش اتحاد مزدوجه و بالایی میاد پایین، جمعشون منفی 8 و ضربشون مثبت 7. حالا هرچی مثل هم پیدا کردیم تو هم ضرب میکنید، ساده میکنید دیگه. بچه خسته شدم باور کنید، اشکال ممکنه داشته باشن دیگه. x منهای 1 ها با هم، x منهای 3 ها با هم، خب دیگه چیزی رو ندارم که بتونم سادهش کنم. صورت کسر میشه x منهای 2 در x به اضافه 1، پایینیه میشه 2 در x منهای 7. تا همینجا کافیه، اگه بخوایم جلوترم بریم فقط باید ضربش رو انجام بدیم. اتحاد دیگه، اتحاد جمله مشترک، یادتونه یه بار جمع میکردیم یه بار ضرب میکردیم، جمعشون میشه منفی 1x، ضربشون منفی 2. اینم اگه بخوام ضرب کنم میشه 2x منهای 14. اینم از آخرین مثال جلسه ششم. بچه ها من فقط مونده یه دونه سوال بگم براتون که توی خونه حل کنید، یه دونه قبلا تو بخش بعدی گفتم، یه دونم الان بگم. نمیشه؟ ما میخواییم این عبارت رو به ساده ترین صورت بنویسیم، جوابا رو به آدرسی که مدرسه بهتون میگه حتما ارسال کنیم، من ببینم تصدیق کنم. گفتم بهتون توی نمره ترم یک قطعا تاثیر داره، مواظب خودتون باشید، پروتکل‌های بهداشتی رو فراموش نکنید، ماسک همراهتون باشه، درستون رو بخونید، بیرونم نرید. گفتم بهتون بیرون روی خوب نیست، سیاست همین رو بشین درس بخونید، اوکیه، خدافظ.